می‌دانیم که خود خشونت علیه زن یک پدیده است که از شرک و از کفر به میراث مانده و تا شما خبر داریم که قبل از اسلام کافرها و مشرکها بوده که به زنان توهین و تحقیر میکردند. اسلام و یگانه دینی پسندیده و مردی خداوند جل شأنه که بر روی زمین حاکم شد و پیامبر صلی الله علیه وسلم در عصر تاریک جهالت ظهور کرد و به پیامبری مبعوث شد. اونها مبارزات خاصی علیه این پدیده نادرست و نامشروع داشتند و حتی شما خبر داریم که زنان در قبل از اسلام زنده به گور می شد و این خشونت ما می تانیم بگیم که یک میراث کفری است، نی میراث اسلام. پس اسلام واقعا بر علیه این پدیده در ستیز است و همیشه بر علیه این مبارزه میکنه و کسانی که عاملی همچو کارها میشه اونها واقعا از طرف شریعت محکوم است و باید مجازات شوند و از اونها باید پرسان صورت بگیره. و آخرین وصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم میبینیم که در حجت الوداع در که بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم به دیگه سال به دنیا نیستن، رحلت میکنن از دنیا، آخرین وصیتشان به راجی به زنان است، حقوق زنان است و رعایت حال زنان است که به زنان باید به ایسی یک مادر، به ایسی یک خواهر نگریسته شوه. پس عاملینی همچو قضایا واقعا باید از طرف دولت مجازات شوه و شریعت هم کسا را محکوم میکنه، واقعا قابل محکومیت هم می باشند.